مستحضرید که آقای سراماچونی از چند ماه پیش موضوع شکایتشون رو دنبال میکنن و در این مدت هم باشگاه استقلال تلاش کرده تا بتونه با اسناد و مدارکی که داره درخواست ایشون رو رد کنه و تلاش بکنه تا عددی که ایشون درخواست کرده بر اساس اسناد و مدارکی که در باشگاه موجود هست عدد پایین تری در نهایت. آیا سراماچونی 1,300,000 یورو درخواست کرده، تو باشگاهتون بند قرارداد چقدر قید شده بود؟ خیلی آقای استراماچونی که عدد بیشتری درخواست کرده بودن، ایشون 1,000,000 این رو فیفا تایید کرده در واقع. عرض میکنم آقای استراماچونی 1,680,000 یورو درخواست کرده بودن که فیفا بخشی از اون رو تایید کرده، یعنی 1,350,000 حدوداً 5,000 یورو که البته ما معتقدیم همچنان اسناد و مدارکی در اختیار داریم که میتونیم از طریق اونها این رأی رو هم بشکنیم. اتفاقی که الان باید بیفته اینه که در مدت حدوداً 20 روزه آتی ما فرصت، حالا 20 یا 10 روزه آتی ما فرصت داریم که درخواست گرانت بکنیم و اسناد و مدارکی که بر اساس اون رأی صادر شده رو از فیفا بخوایم. این خودش یه موعدی رو میطلبه که فیفا پاسخ بده و البته مبلغی هم داره برای حدود فکر میکنم چند هزار فرانک، حالا کمتر از 10,000 فرانک هست که باید پرداخت بکنیم برای بررسی این موضوع و ارسال مدارک که طبیعتاً اون هم زمانی رو طی خواهد کرد. بعد از اینکه فیفا مدارک رو بر ما ارسال کرد، ما مجدداً میتونیم بر اساس مستنداتی که خودمون در اختیار داریم و بر اساس مدارکی که فیفا مستند به اونها رأی صادر کرده به دادگاه عالی ورزش یعنی کس مجدداً موضوع رو شکایت بکنیم و از کس بخواییم که این رأی رو بشکنه. چقدر امیدوارید که به حال این رأی برگرده یا حالا کمتر بشه؟ ببینید بعضی از عزیزانی که پیشتر هم شاید مسئولیتی داشتن ادعا میکردن که اگر آقای استراماچونی وارد دعوا با استقلال بشود حتما علیه ما رأی خواهد گرفت و حتما حدود 3,000,000 یورو ما رو محکوم خواهد کرد و ما هم مکلف این ظرف یک هفته اون مبلغ رو پرداخت بکنیم. هر دوی این ادعاها زیر سوال هست، هم مبلغی که فیفا ما رو محکوم به پرداخت کرده در رأی اولیش کم، بسیار کمتر از اون عدد هست و هم ما همچنان فرصت تجدید نظر خواهی داریم و فرصت پیگیری بعدی داریم و ما مطمئنیم که در مرحله بعدی هم با تعامل بسیار خوبی که در بین مدیران فعلی باشگاه هست، بین هیئت مدیره و سرپرست محترم، حتما میتونیم که این رأی رو هم بشکنیم. و چیزی که الان خیلی مهمه باید به هوادار محترم و عزیز باشگاه استقلال تاکید بکنیم اینه که این اتفاق هیچ تأثیری روی پنجره نقل و انتقالاتی ما چه در حال حاضر و چه در پنجره نقل و انتقالاتی زمستان نخواهد گذاشت و مطمئنن ما تا پایان فصل این فرصت رو داریم که مبالغی رو که در نهایت محکوم به پرداختش خواهیم شد رو به آقای استراماچونی پرداخت بکنیم و حتما این مطلب رو تأکید میکنم که هیچ جای نگرانی نیست. ما تمام این مبالغ رو ما تمام این مبالغ رو در فرصت مقرر پرداخت خواهیم کرد و مطمئناً هیچ پنجره‌ای بسته نخواهد شد. تشکر میکنم از شما آقای نظری.